درود بر شما. میخوایم با هم بررسی کنیم که در یک پول دیود چجوری نیم سیکل های منفی به نیم سیکل های مثبت تو خروجی تبدیل میشن. ما چون نمیتونیم جهت جریان رو در این دیودها ببینیم، به خاطر همین من از 4 تا LED استفاده کردم. اگر من به کمک ترانس برق ولتاژ رو وارد این مدار کنم، چون فرکانس برق شهر 50 هرتزه، یعنی 50 بار در ثانیه تغییر وضعیت میده، LED ها به قدری سریع روشن خاموش میشن که ما نمیتونیم روشن خاموش شدن اونها رو به درستی ببینیم. به خاطر همین من به جای استفاده از ترانس از فانکشن جنراتور استفاده میکنم. شکل موج سینوسی رو با فرکانس کمتر وارد پول دیود میکنم. اول آزمایش رو انجام بدیم و بعد جهت جریان رو با توجه به جهت جریان در بار طبق قانون قراردادی و اختلاف پتانسیل با هم بررسی میکنیم. نحوه بستن LED ها دقیقا شبیه پول دیود هست، یعنی طرف کاتود و آنود در LED ها هم رعایت شده. بس ما در اینجا قطب مثبت رو داریم و در اینجا قطب منفی و این دوتا هم ورودی AC هم. طبق همین حالت و شماتیکی که در اینجا کشیده شد، حالا فانکشن جنراتور روشن میکنم. ابتدا فرکانس رو روی 50 میذارم، فرکانس برق شهر به صورت سینوسی. این فرکانس برق شهر هست. LED ها به سرعت خاموش و روشن میشن، بس ما نمیتونیم جهت جریان رو ببینیم و ببینیم که کدوم LED داره خاموش و روشن میشه. در اینجا بار یا لود باید متصل باشه تا پول دیود بتونه خروجی رو ایجاد کنه. حالا فرکانس رو کم میکنم. الان گذاشتم رو فرکانس 1. همونطور که مشاهده میکنید در نیم سیکل مثبت این دوتا دیود روشن میشن و در نیم سیکل منفی این دوتا دیود. بس میشه این دوتا دیود و در نیم سیکل بعد این دوتا دیود. حالا فرکانس رو کمی بالاتر میبرم. الان فرکانس 3 هرتز هست. در اینجا بار یا لود با توجه به فرکانس کم خاموش و روشن میشه. اگر فرکانس رو اضافه کنم بار تقریبا روشن میمونه، یعنی جهت جریان همیشه در پول دیود به سمت خروجی هست. حالا میخوایم جهت جریان رو بررسی کنیم. ما میدونیم ولتاژ برق شهر 220 ولت با فرکانس 50 هرتز به صورت سینوسی. این نیم سیکل مثبته، نیم سیکل منفی رو با آبی میکشم. حالا در خروجی چیزی که در اینجا دیده میشه، نیم سیکل مثبت به این حالت ولی نیم سیکل منفی به جای اینکه پایین نمودار قرار بگیره در اینجا قرار میگیره. چطور این اتفاق میفته؟ ما به اینا میگیم ریپل. برای اینکه ریپل رو بگیریم در اینجا باید خازن قرار بدیم و در نهایت یک خط صاف به دست میاد، تقریبا صاف، که بهش میگیم DC. حالا برای اینکه بتونیم جهت جریان رو بررسی کنیم از دو تا قانون باید استفاده کنیم. اولی قانون قراردادی که نشون میده جریان همیشه از مثبت به منفیه، در حالی که ما میدونیم در واقعیت از منفی به مثبته. و دومی موضوع اختلاف پتانسیل که در واقع بازم هر دو یکی میشن. حالا ببینیم جهت جریان به چه سمت. ما میدونیم که فرکانس برق شهر 50 هرتزه، پس 50 بار در ثانیه تغییر وضعیت میده. چیزی که من دارم در اینجا میکشم فرضی هست. به عنوان مثال در نیم سیکل مثبت ما در اینجا مثبت داریم و در اینجا منفی. جریان از اینجا حرکت میکنه طبق قانون قراردادی، از این سمت و میرسه اینجا. در این حالت ولتاژ مثبت داریم، وارد آنود میشه، پس این دیود فعاله. این دیود غیر فعاله چون ما در اینجا کاتود رو داریم، اینجا آنوده و اینجا کاتود. جریان اینجا وارد میشه، وارد بار میشه از این طریق، میرسه به این نقطه. همچنان در نیم سیکل مثبت هستیم، پس جریان
از این ور عبور نمی کنه چون دوباره داره برمیگرده به مبدأ، در حالی که جریان باید جاری بشه و در اینجا اختلاف پتانسیل کمتری داریم چون این دیود اندکی مصرف کرده. بس وارد این دیود میشه. بس میشه دیود دوم. از این مسیر برمیگرده به ترانس. پس یک نیم سیکل به طور کامل اجرا شده و جهت جریان در بار از بالا به پایین. اینا به صورت فرضی هستن. حالا در نیم سیکل دوم که منفیه، ما جهت رو برعکس میکنیم. اینجا میشه مثبت و اینجا میشه منفی. طبق قانون قرار دادی ما همیشه از مثبت به منفی داریم. پس جریان از این سمت حرکت میکنه، میرسه به اینجا. این دیودها طوری طراحی شدن که همیشه جهت جریان در بار به یک سمت باشه. به خاطر همین با اینکه ولتاژ منفی داریم، این ولتاژ وارد آنود دیود میشه. پس این دیود فعاله. از اینجا وارد بار میشه. دوباره به همین سمت. برمیگرده. و دوباره میرسه به این نقطه. حالا چرا جریان از این سمت نمیتونه برگرده؟ دلیلش اینه که ما در اینجا اختلاف پتانسیل بیشتری داریم. جریان همیشه به سمتی میره که اختلاف پتانسیل کمتری هست. پس این دیود روشن میشه. از این مسیر دور میزنه و برمیگرده به ترانس. به خاطر همینه که نیم سیکل های منفی در خروجی در کنار نیم سیکل های مثبت قرار میگیرن، چون جهت جریان در بار همواره یک طرفه هست. جهت جریان در نیم سیکل های مثبت و منفی از هر طرفی میتونه باشه. این صرفاً یک مثال هستش. حالا یک بار دیگه من این LED ها رو روشن میکنم تا ببینیم جهت جریان درسته یا نه. حالا چرا ما از LED ها به جای دیود استفاده نمیکنیم؟ جریانی که LED ها تحمل میکنن خیلی کمه و اگه کمی ولتاژ بالا بره LED ها میسوزن. فانکشن جنراتور رو متصل میکنم، مثبت و منفی فرقی نداره. فرکانس روی 1 هرتز است. بس این دوتا LED، بعدش این دوتا LED. حالا که این فرکانس رو افزایش میدم، این در حالت موج سینوسی هست. حالا اگه شکل موج رو ببرم رو حالت مربعی، در اینجا این LED که به عنوان بار هست دائم روشنه. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.